این سفر رو عنوان مثال شماره گذاری کنیم، چون از یک سفر بیشتر باشه بهتر شماره گذاری کنیم دیگه، درسته یا نه؟ بله آقا نبی، درسته یا نه؟ بله. Now we want to insert page numbering. همه چیز عرضم حضورتون که همه چیز بستگی به استفاده کردن واژه های کامپیوتری داره. وقتی من بگم I want to insert، فوری بالا نگاه میکنم نه اینجا نوشته insert، پس من روی insert یک کلیک میکنم، بعد پایینش یه زیر مجموعه insert همینجا میام این طرف ها نگاه میکنم ای پیج نامبرینگ رایت هیر، یک کلیک میگه حالا کجا میخوای پیج نامبرینگ رو، top of the page، bottom of the page، نمیدونم کجا میخواد. من میگم مثلا بالای صفحه، اگه بگم پایین صفحه فرق نمیکنه. بعد ماوس خودم رو خوب دقت کنه، ریزکاری ها مهمه، رو همین هایلایت شده صاف حرکت میکنم، میام که وارد اینجا بشم. حالا در این قسمت دست راست من به من نشون میده این پیج نامبر طرف چپه، پیج نامبر وسطه، پیج نامبر رایده، یکی با یه دیزاین اینجاست، یکی با یه دیزاین اینجاست. بعد همینجا اسکرول داون میکنم، اسکرول داون مثلا من میگم که خب من اینو میخوام، چرا؟ چون نوشته پیج مثلا 1 of 4، یعنی پیج آخرم هم همیشه نوشته که اگر من مثلا میگم وسط صفحه 3 گم شد یا یکی صفحه 3 رو دید، او این صفحه 3 از 5، یعنی دو صفحه دیگه من هنوز 8 دنباله. من این انتخاب میکنم، یک کلیک میکنم، وقتی کلیک کردم این پایین صفحه شما میبینید اینجا نوشته 4 of 5. بله بله میبینید. خب الان این قسمت پایین صفحه از خود متن جداست، برای همینه که این الان پررنگ، متن کم رنگ شده. اگر من بیام داخل متن یه دابل کلیک بکنم برعکس میشه، متن پررنگ میشه، این کم رنگ میشه. اینو من چند دقیقه دیگه میگم علتش چی هست، که بحث هیدر و فودر هستش، ولی فعلا تا اینجا شما بدونین که این پیج نامبر. حالا من میام صفحات دیگر رو نگاه میکنم، ببینم بله 5 of 5 2 of 5، ببینید 1 of 5 خیلی راحت. حالا اگه اینو من پرینت بکنم خیالم راحت، تمام صفحاتم شماره گذاری شده.